نظر سانه جرای فیلم استاددار میگه منم داشتنه 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 من... گلزار جابجا جا... درود به مخاطبین عزیز بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم هم من بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید از صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه جیبتون پرپول باشه و اصلا مهمتر سالم و سرحال باشید این روزها یکی از پربحث‌ترین و شاید استرزاترین و ترسناکترین خبری که در محافل و توی مهمونی ها یا توی رسانه ها راجبش صحبت میشه ماجره حمله ایران به اسرائیل هستش که خیلی ها از این قضیه وحشت دارن و نمیدونن بعد از این حمله چه اتفاقی میفته از اون طرف مسئولان و مقام های ایران مدام مصاحبه میکنن و مدام خطنشون برای اسرائیل میکشن میگن در پی انتقام کشتن اسماعیل هنیه ما حتما به اسرائیل حمله میکنیم و بر جهانیان این قضیه پوشیده نیست که اگر ایران بگه حمله میکنیم حمله میکنه حالا چهار تا بیابون بزنه چهار تا کرم خاکی بزنه چهار نفر رو بزنه ولی این حمله رو قطعا صورت میده در پی این حمله اتفاقاتی که میفته اینه که قیمت یورو دلار به شدت افزایش پیدا میکنه از اون طرف ایران و مردم ایران دقیقا نمیدونن که اسرائیل چه جوابی میده آیا به خاک ایران هم میکنه آیا تاسیسات مهم نظامی یا هسته ای ایران رو میزنه یا شاید هم جنگ مستقیم با ایران انجام بده از اون طرف امریکا هم خط نشون کشیده بوده گفته بوده که اگر ایران به اسرائیل حمله بکنه ما یه کمکی به اسرائیل خواهیم کرد و یه ریزه از پایین تو خلیج همیشه فارست میزنیم ایران رو و این قضیه ترس و وحشت رو به جون مردم انداخته یه ادام این وسط خوشحال گویا این جنگ اتفاق بیفته میگن آقا کی میزنه و الان تقریبا یه ده روزی هستش که ایران گفته که ما داریم خودمون رو آماده میکنیم برای جنگ خبرگزاری های معتبر و خبرگزاری های داخل ایران هم گفته بودن که به زودی این اتفاق میفته حتی چندین بار آسمان منطقه غرب ایران کلیر شد یعنی هیچ هواپیمایی نمیرفت بیاد و در حال حاضر هم به شرکت های هواپیمایی و ایرلاین های کشورهای مختلف گفته که از ساعت دوازده شب تا شیش صبح قرب آسمان ایران رو خالی نگه دارید و سعی کنید که پروازهاتون رو این سمت انجام ندید و ده دوازده روز اسرائیل و بقیه کشورها که دست برادری با اسرائیل دادن در آماده باشه کاملا اما ایران گفته که ما قطعا حمله میکنیم اما زمانش و روشش معلوم نیست چند تا دلیل میتونه مطرح باشه که تا این لحظه ایران چرا به اسرائیل حمله نکرده از اون طرف رویترز گفته که ایران تا 48 ساعت آینده به اسرائیل حمله میکنه اما بقیه خبرگزاری ها گفتن که نه ایران تا پایان ماه سفر و اصطلاحا بعد از مراسم اربعین هیچ کنه حمله ای رو به اسرائیل نخواهد کرد دلایل و تئوری های خودشون رو هم دارن اما ما دیدیم که در طول این چند هفته گذشته حتی ایران تصویر اسماعیلی رو در گوشه سمت راست بالای شبکه های تلویزیونی خودش قرار داد و این نشون میده که ایران داره اصطلاحا به نوع خودمون چربش میکنه و مردم رو آماده میکنه برای اینکه بخواد حمله انجام بده حتی چندین تا مصاحبه هم خبرنگارهای صداوسیما ایران با مردم انجام دادن تو بخش های مختلف همین اتفاق افتاد و اومده بودن حالا با مصاحبه های گزینشی جوری عنوان کردن که مردم ایران هم آماده این جواب هستن و قراره که جواب این حمله اسرائیل و ماجره حمله کردن به اسماعیل هنیه رو پاسخ بدن و به حال پشم دنیا ریخ و عملا اسرائیل حرکتی کرد که کل دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران رو زیر سوال برد و نشون داد که در دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران رخنه و نفوذ وجود داره و یه جوکی هم اومده بود بیرون گفته بودن که برای این ایران به اسرائیل حمله نمی کنه چرا که در جلساتی که دارن میذارن برای اینکه خودشون آماده بکنن و اون افراد و فرمانده ها تو اون جلسه هماهنگی لازم رو انجام میدن برای حمله به اسرائیل خود اسرائیلی ها هم حضور دارن یعنی این جمله نشون میده که گویا اسرائیلی ها نفوذ دارن در بین فرمانده ها و افراد ارشد نحوه ترور اسماعیل هنیه رو به روش های مختلف اعلام کردن یه بار گفت بودم بمب یه بار گفت بودم با آر پی جی زدن یه بار گفتن با پرنده زدن یعنی هنوز خودشون نمیدن که به چه روش اتفاق افتاده اما اون چیزی که مشخصه هیچ وقت نمیان تو رسانه بگن با بمب این اتفاق افتاده بخاطر اینکه بگن با بمب اتفاق افتاده حضور فیزیکی و ورود فیزیکی به یک مکانی که نهادهای اطلاعاتی امنیتی تو اونجا نفوذ دارن یک شکست اطلاعاتی برای یک سیستم مطرح میشه به خاطر همین میگن آقا از دور زدن ورود فیزیکی رو مطرح نمیکنن اما چند تا مورد وجود داره که عنوان شده که ایران ممکنه که تا بعد از ضربه حمله نکنه یکی از دلیلش این بوده که به حال بسیاری از زائران ایرانی دارن میرن برای مراسم اربعین تو مسیر عراق هستن و اگر ایران این حمله رو انجام بده احتمالا اونها برای جواب زائران ایران رو بزنن و مثلا حالا حملات مختلف انجام بدن حتی به اسم داعش و چیزهای مختلف بخوان این قضیه رو ماسمالی بکنن نکته دوم این هستش که ما مسابقات المپیک رو داشتیم و بسیاری از این ورزشکارا میخوام برگردن به ایران و اگر حریم هوایی ناامن باشه و اگر این جنگ اتفاق بیفته احتمال اینکه هواپیمای ورزشکارا رو بزنن زیاده پس به خاطر همین سعی کردن که بندازن بعد از مراسم بازی المپیک این روزها این ساعت هم دقایق آخرش از اون طرف اومدن چند تا مانور هم انجام دادن یعنی آسمان غرب ایران رو کلیر کردن مانور انجام دادن و منتظر شدن ببینن که کدوم کشورها دست همکاری میدن با اسرائیل و خودشون هم از این سمت ببینن که فضا به چه سمت و سوی میره نکته بعدی اینه که روزی که این اتفاق افتاد تا دو روز بعدش ماه محرم بود تو ایران و عملا ماه محرم به همراه چند تا ماه دیگه حالا زل... زلقده و زلحجه و ماه رجب اگه اشتباه نکنم ماه های حرامی بود که معمولا توی اون ماها جنگی صورت نمیره و میگن که نباید جنگی انجام بشه و ماهایی که مسلمان ها میگن که تو اون ماها ما عملا جنگ انجام نمیدیم به خاطر همین شاید انداختن به تاخیر از اون طرف چند روز دیگه که حالا به تاریخ شمسی اگر بخوایم بگیم میشه 22 دوم مرداد ما 21 22, 22 مرداد ما بستگی به سالش داره که ما کبیس باشیم یا نه یه روز شوم برای یهودی و برای مردم اسرائیل و مردم تو اون روز روزه میگیرن حتی رابطه جنسی برقرار نمی کنن لباسش چرم نمی پوشن مشروب نمی خورن و اون روز رو روز نحسی میدونن و معتقدن که تو طول تاریخ تاریخ حالا 22 مرداد ما چند روز دیگه حوادث عجیب و غریبی برای مردم اسرائیل اتفاق افتاده مثلا معبد اولی که ساخته بودن توسط سلیمان و توسط بابلیا خراب شد معبد دومی که دقیقا تو همون روزشون اتفاق افتاد و معبد اولشون خراب شد و تخریب کردن معبد دومشون همون روز دقیقا تو همون تاریخ ولی تو سال بعدش این اتفاق افتاد یا چند سال سال 132 میلادی خیلی از یهودیا کشته شدن و توی همون روز نحس اتفاق افتاد حتی میگن جنگ جهانی اول هم تو همون روز اتفاق افتاد که آلمان وارد جنگ جهانی شد تو زمان هیتلر و خیلی از یهودی ها رو کشت و حالا اتفاقات زیادی که میگن تو این روز نحس اتفاق افتاده و گویا ایران شاید منتظری که حمله رو تو اون روز نحس انجام بده یعنی ما وقتی همه اینا رو کنار هم دیگه میذاریم میبینیم که اربعین میتونه تموم بشه مسابقات المپیک میتونه تموم بشه و چند روز دیگه هم چند هفته،, سنه هفته ده روز دیگه وقتی مراسم اربعین تمام بشه اون روز شوم یهودیان میرسه و احتمالا ایران بخواد توی اون روز حمله رو انجام بده ولی خب در طول این دو هفته گذشته هی مدام در رسانه ها میگن آقا میخوایم جنگ بشه میخوایم جنگ بشه از اون طرف هنوز کابینه پزشکیان رئیس جمهور فعلی ایران هم تکمیل نیست و باید وزرا مشخص بشن که اگر شرایط اضطراری اتفاق افتاد یه وزیر وجود داشته باشه توی محله جایی بتونه کلا شرایط جنگی رو هم سر و سامون بده یعنی ایران هم الان شرایط وزراش تکمیل نیست و به خاطر همین ایران داره لفتش میده که هم خودش کابینش و دولتش تشکیل بده هم مراسم اربعین اتفاق بیفته و تموم بشه جمعیت برگردن و هم برسه اون روزشون برای اسرائیلی ها و هم سفرهای هوایی ورزشکارای المپیکی هم اتفاق بیفته برگردن به میهن خودشون برگردن به سرزمین خودشون و بعد از اون این حملات انجام بدن تمام این اتفاقات وقتی دست در دست هم میدهیم و میبینیم که ایران این سری گویا جدیه ولی ایران وارد جنگ پیش من تحلیل خودم اینه ایران وارد یک جنگ تمام ایار با اسرائیل نمیشه سعی نمی که باخ بده تو این قضیه و اگر وارد جنگ تمام ایار بشه میدونی که باید قدرت رو بذاره زمین و مدیران و مسئولینش بعد صندلی های قدرتشون رو ترک بکنن برن شاید یه جنگ حالا به اصطلاح خودمون در اصطلاح کوچه بازاری زرگری یا چند تا از بیابونا و جای مختلف بزنم و وارد جنگ تمام ایار نمیشه با اسرائیل که منتظر باشه اسرائیل پاسخ بده از اون طرف ها گفتن که شاید ما یه حرکت دیگه بزنیم و ما پیش دستانه حمله بکنیم یعنی جلو جلو بخوایم حمله رو به ایران انجام بدیم اینم شاید اتفاق بیفته البته اونا هم احتمالاً بذارن بعد از اون روزشون و چیزی که مشخصه خرگزاری رسانه مختلف میگن که ممکنه که حالا تو این چند روز حمله انجام بشه اما با این تئوریا من بعید میدونم شما نظرتون چیه و شما چی فکر میکنید و شما برای من این زیر کامنت بکنید که ما یه تبادل نظر داشته باشیم به حال مسائل سیاسی رو ما همه میتونیم راجبش صحبت بکنیم اما سیاست یه موضوعیه که نه پدر و مادر داره نه کسی درست و دقیق میتونه اون رو تحلیل بکنه چون ممکنه سیاسی در پشت پرده جوری چیزی رو با هم دیگه ببندن که من و شما روحمون هم خبردار نمیشه از این اتفاقات مثل اون هیئت همراهی که از اردن اومده بایدن پیام داده بود به ایران گفت آقا نزن آخرین صحبتی که بایدن کرده بود و ازش پرسیده بودن که نظر جو ایران چیه اون گفت نزن هیئت همراهی که اومده بودن به اردن و حتی هیئت قطری که اومده بودن هیئت اردنی اومد تو ایران با ایران مذاکره کرد هیئت قطری اومد با ایران مذاکره کرد آقا حمله نکن اینا همه با همدیگه فکر می‌کنم که دست به دست هم بده یه افزایش قیمت دلاری فقط این وسط داشته باشه یعنی هیچ اتفاقی که نیفته این قیمت دلار و قیمت طلایی که به صورت شخمی و سرسام آور بالا خواهد رفت مرسی تا این لحظه با ما بودید و شما هم نظرتون رو به من بگید ممنون که تا این لحظه با ما همراه